أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امشب هم در پای مناظره دخت گرامی پیغمبر اکرم فاطمه زهرا بنشینیم، ببینیم چگونه مناظره می کند تا به مقام علمی این حضرت پی ببریم. البته آقایون می دونه که زهرای مرزگه محدثه است، محدثه با فتح دال، یعنی در حقیقت از عالم بالا گزارش هایی به او می رسد، ملک با او سخن می گوید. محدثه غیر از پیغمبر اکرم است. پیغمبر اکرم دارای نبوت، اما این محدثه است، یعنی از عالم بالا ملائکه با او سخن میگوید، کما اینکه با مریم عذرا ملائکه سخن میگوید. همگی میدونیم که زهرای مرزگه معصومه است، در حقیقت جز یکی از زنان است که عصمت برای او قطعی است. بهترین دلیل همین حدیث است که علمای سنت نقل میکنند که پیغمبر اکرم فرمود دختر من از نظر کمال به جایی رسیده است که رضایت او رضایت خداست، خشم او خشم خداست. ان الله یرضا برضا فاطمه و یغضب بغضبها. اون کس که در حقیقت رضایتش و خشمش ملاک رضایت خدا و خشم خداست، حتما باید معصوم باشه، و الا اگر معصوم نباشد نعوذ بالله لازمش این است که خدا به گناه راضی شود یا نسبت به گناه خشنود شود. حالا مناظره او را به صورت اجمال عرض کنم. پیغمبر اکرم دارای اموال سگانه است. یه اموالی دارد به عنوان غنایم جنگی. غنایم جنگی چهار قسمتش مال لشکره، یه قسمت خمس مال پیغمبر اکرم است. مال دومی که دارد انفال است. انفال جاهایی است که ارتش اسلام فتح کرده، اما بدون جنگ و بدون خونریزی. در حقیقت اسلام آورده اند و یا اینکه صلح کرده اند، این را میگن انفال. این همه اش مربوط به پیغمبر اکرمه. اما البته ملک خود پیغمبر نیست، ملک مقام امامت و ملک مقام حاکمیت. این اموال در اختیار پیغمبر اکرم است، طبق مصالح اسلام مصرف کند. فدک از اون جاهایی است که در حقیقت انفال. اون دهکده صلح کردن، جنگ نکردن، شد انفال. از نظر آیات قرآنی هر نقطه ای که از در صلح وارد بشوند ملک پیغمبر است، البته نه ملک شخص، ملک مقام نبوت و مقام امامت. حضرت مصلحت میدید، گاهی به زبیر داد، گاهی به طلحه، به کسانی که از مهاجرین فقیر بودند زمینهایی را از انفال داد. فدک را هم به دخت گرامیش زهرای مرزیه داد. چرا؟ آگه آمد و آت زل قربا حقه. همین سبب شد که خداوند منان امر کند به پیغمبر اکرم فدک را داد. متاسفانه بعد از رحلت پیغمبر اکرم یه حدیثی پیدا شد که اگر این حدیث صحیح هم باشد معنایش اون نیست که اونها فهمیده ام. اون این است که گفتن پیغمبر اکرم فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه. از این جهت دخت گرامی را از این فدک که پیغمبر اکرم در حال حیاتش تملیک دخترش کرده بود گرفتم. حالا جدال حضرت مناظره دخت گرامی را با مقام خلافت ببینیم. خطبه ای دارد غرا، سراپا توحید، سراپا معارف، سراپا حکومت و سیاست. اول آیات را می خواند که می فرماید و اولوالارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله.
قرآن مجید می‌فرماید اولو الارحام برخی بر برخی دیگر ترجیح دارد. آیه دیگر خان للذکر مثل حظ الانثیین، این همه آیاتی که میگد بر اینکه للذکر مثل حظ الانثیین، چرا در باره همه هست اما در باره من شخص زهرانی؟ آیه اولو الارحام مال همه است، للذکر مثل حظ الانثیین مال همه است، چرا مال من نیست؟ یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بر فرض اینکه فدک ملک پیغمبر اکرم باشد، للذکر مثل حظ الانثیین چرا به من نرسد؟ این که میگید نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث، این خلاف قرآنه. احاطه‌اش بر قرآن ببینید، ورث سلیمان و داوود. نه تنها این، جناب زکریا عرض میکند بار الها فرزندی به من بده، یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعله ربی رضیا. چه شد که انبیای پیشین فرزندانشون ارث ببرن اما زهرای مرضیه ارث نبرد؟ آیات قرآن را میخواند، مطلقات را میخواند، بعدن آیاتی که مربوط است به ارث اولاد انبیا میخواند، اما در مقابل این مناظره فقط سکوت کردم. و الا دختر گرامی پیغمبر اکرم با خوندن این آیات بطلان این حدیث را ثابت کرد. اگر واقعا پیغمبر اکرم فرموده ما نحن معاشر الانبیا، اگر واقعا پیغمبر اکرم فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث یا لا نورث، چرا به دختر گرامیش نگفته؟ این حدیث که مورد ابتلای دخت ایشانه، چرا این را به علی نگفته؟ این را به یک فرد بیگانه گفته؟ این قابل قبوله. اگرم واقعا این حدیث باشد و معنایش همان است که اونها میگن، باید این را به دخترش بگد. دخترم بعد از من نباید از این فرشی که در خانه من هست ارث ببری، این قوری که در خانه من هست ارث ببری. و انسان تعجب میکند که تمام فرزندان جهان از پدرانشون ارث میبرن، دختر و پسر ارث میبرن، اما دختر گرامی پیغمبر اکرم ارث نمیبرد. علاوه بر این، تازه این حدیث معنای صحیحی دارد که اونها غافلن. اگر پیغمبر فرموده معنیش اینه نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، اون چرا که صدقه گذاردیم اون را ارث نمیبرند. یعنی زکاتی که در اختیار بنده است، یا فرض کنید اموال دیگری که به عنوان صدقه در اختیار منه، اون چی که به عنوان صدقه در خانه من هست، زهرا حق ارث نداری. البته صحیحه، زهرا از صدقه نمیخواد ارث ببرد، صدقه بر زهرا حرامه. ما ترکنا را مفعول نورث بگیریم، نحن معاشر الانبیا لا نورث، چی چرا؟ ما الذی ترکناه صدقه. فسلام الله علیها یوم ولدت و یوم استشهدت و یوم تبعث حیا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.